ماجرای وقف کوه دماوند قسمت دوم. در قسمت اول ماجرای وقف کوه دماوند با تعریف وقف و شرایط آن آشنا شدیم و به معرفی کوه دماوند و علت وقف آن و همچنین مروری بر تاریخچه وقف روستای ملار و نحوه برخورد نهادهای مربوطه با این مسائل پرداختیم. حال شما عزیزان را به تماشای قسمت پایانی ماجرای وقف کوه دماوند دعوت می نماییم. ببینید اینجا دو تا ماشین می بینید نه؟ سمت چپ زده آب گرم، سمت معدن ملار. معدن اینجاست. ولی یکم بالاترش هم روستاست. این معدن قشنگ روی کوه، دامنه کوهه. خب حالا ببینیم معدن چیه. اول اینکه این معدن فوق‌العاده ارزش زیادی داره، پوکر، و من حالا نمی‌دونم اینجا براتون توضیح بدم. بذارید الان در مورد معدن توضیح میدم، بعد میگم چرا علت‌های دیگه که اینا اینقدر دست گذاشتن روی این موضوع. 3200 متر قله دماونده. بعد اینا اومدن گفتن که از این استفاده نکنید چون حالت غیر قانونیه و نباید از این معدن استفاده بشه. اینا بعد رو دست گذاشته بودن این معدن. یکی از بهترین پوکاها و گرونترین پوکاها برای قسمت ساختمون سازی این معدن داره. و من اینجوری که نمیدونم مرداد 99 قیمت دیدم زده براش، حالا که نوشته هم هست شاید بهش برسم، قیمت اصلیش 50 تا 70 هزار تومان قیمتش بود. حالا در میارم که من دارم گذاری همچنین توضیحات رو میدم. اول اینکه معدن 3200 متر قله دماوند هستش و بعدش هم فعالیتش کاملا غیر قانونیه و میان این رو مجوزش رو میگیرن که شما اجازه ندارید فعالیت بکنید. ولی حالا خود اوقاف میگه نه، بعضی افراد سوژه دارن استفاده میکنن، ما این کار رو نمی کنیم، ربطی به ما نداره، ما فقط قریه خودمون رو میخواییم، اونم برای عمران، بهداشت، عزاداری، حمام، این چیزای مردم، این چیزایی که گفته میشه. و بعد جالبه خودشون دلیلن برای سازمان جنگل ها میاره که طبق ماده 3 قانون تشکیلات اوقاف شما اجازه ندارید هیچ چیز اینجا رو به نام خودتون بزنید، این در واقع یه شخصیت حقوقی محسوب میشه این قسمت. و سازمان جنگل ها به بهونه اینکه از احساسات مردم میخواد استفاده کنه، میخواد این معدن رو در اختیار بگیره و خودش استفاده بکنه. در واقع کاری که خودش داره انجام میده رو به سازمان جنگل ها میرسونه. بحث و دعوا سر این خیلی زیاد میشه که الان همون یه تصویری هست که دارن از این معدن استفاده میکنن. این معدن حدود مجوز 1 ساله داشته که ازش استفاده بشه. بعد از این 1 سال این در واقع وقتش که تموم میشه باید دوباره تمدید بشه، نه؟ اگه لازم باشه بررسی میکنن، تحقیق میکنن که شاید لازم باشه دوباره تمدید بشه. ولی متاسفانه میبینید تمدید دارن استفاده میکنن. اینا میان مجوز بهره برداری تمدید نمیکنن با اینکه تموم شده، ولی همچنان استفاده میکنن. چرا؟ چون اینجا از سنگ شکنهایی استفاده میکنن که کاملا غیر مجازه، باید سازمان محیط زیست اجازهشو بده و این اجازه رو نمیدن و اونها هم برای خودشون سرخود، حالا کی پشتشونه، چه قدرت اون پشت هست، استفاده میکنن. بعد جالبه بارها با توجه مدارک و اینایی که داشته این راه رو تعطیل کردن، 2 روز بعد دوباره دادگاه باطل کرده و دوباره مجوز استفاده داده. من خیلی تلاش کردم که صاحب این معدن یا کسی، یعنی صاحب که نه، میشه گفت کسی که قصد کرده در واقع این معدن یا به کسی که هدیه داده شده در واقع، اینجوری بهتره بگیم، رو پیدا بکنم اسمشو، نتونستم. خلاصه این شخص، این گروه نهاد یا شخصه، آقای خانوم جوونه نمیدونم، دوباره میره و رأی فعالیت مجددشو از دادگاه میگیره و دوباره فعالیتشو شروع میکنه. حالا یکی دلایلی که اونها دست گذاشته بودن روش همین معدن بود. خب حالا دومی دلیلی که میخوام بگم که چرا اینها خیلی تلاش میکنن که این وقت رو نگه دارن برای خودشون چیه؟ مراتعی که اون بالا دیدی تا روی نوک قله کوه هم رفته بود. تو این مراتع فوق‌العاده علوفه های عالی داره که این علوفه ها حدود میگن که مثلا کیلو، مثلا اون موقع میگم این قیمت هایی که دارم میگم مال الان نیست، با توجه به این گرونی ها مطمئن باشید که 10-20% 30 برابر شده و
ولی من چون از اطلاعاتی از اونجا در آوردم همون قیمت ها رو میگم، شما خودتون فکر کنید در دستی کنید. میگم مثلا کیلوی 2000 تومان تو بازار خرید و فروش میشه، همه مراتع اطراف قله دماوند فوق العاده و درجه یک، از هر هکتار حدود 500 کیلو علوفه استخراج میشه، در واقع استخراج معذرت میخوام در برداشت میشه. توی این هم غفته ملال 4 تا پلاک سبتی هست، سفلا و اولیا و اینه کامل 6 تن در اختیار این سازمان اوقاف اینه وقفه. 2400 هکتاره، شما فکر کنید این 2400 هکتار، هر هکتار هم 500 کیلو علوفه، اینا رو بفروشن. دو تا منطقه دیگه هم هست، خورتاب و سهرورد، هر کدوم اون هم 3 دانگ کامل در اختیار آقایون هستش و کلا سازمان جنگل ها باید این مراتع در اختیار اینا قرار میدادن. خب و این کارو نمی کنن، در واقع اینها در اختیار، در واقع الان اوقاف میگه این باید در اختیار من باشه که اینا همه رو اجاره میده. حالا دعوایی که سر این اراضی بین سازمان جنگل ها هست و اوقاف، غیر از این دوتا منطقه بحثشون دعوا که دعوا و حق به حق دار نمیذاره، توی منطقه شرق مازندران 124 تا پلاک هست که سازمان جنگل ها میگه متعلق به مردم است، سازمان اوقاف میگه متعلق به من است. یعنی بمانه این دوتا، تازه این دوتا شو من دارم برای شما توضیح میدم و توضیح میدم که منافعی توش هست. خب ولی تازه بیسته کنید شرق ما زدن 124 تا دیگه هست، تازه یه باز یه منطقه کوچیک رو دارم نفته کنم، فکر کنید که کل ایران چقدر از این نفته هست. آقایی هست فکر میکنم به اسم موسوی تاکامی اومده، مثلا فکر میکنم از نمایندگان بود تو مازندران، گفته مراتع زیادی وجود داره که با سند وقفی به صورت طولانی مدت 99 ساله اجاره داده شدن، هیچ نظارتی هم روشون نیست، که بعضی از این مراحونه های اجاره طولانی مدت توش ساخت و ساز هم شده، اوقاف اجاره شون داده و اجاره بهاشون هم از طریق نهاد گفته و گفتم ما برای خیریه استفاده میکنیم. حالا اینکه خیریه چی میاد نظارت کنه، خب کجا خرج کردید؟ ولی حتی اگر برای خیریه هم باشه، مسئله مهمی که هست اینه که به ماهیت اون مرتع و منابع طبیعی اونجا صدمه وارد شده، از بین رفته. بازم میگم چرا ما احتیاج داریم که این صدمات و جلوش رو بگیریم. مسئله سوم دیگه‌ای که خیلی مهمه و باز از اهمیت بیشه برخوردار هستش، اون گیاهان بسیار نایابی هستش، دارویی هستن و توی منطقه در واقع رویش دارن و به شدت مراقبت باید بشن، خیلی اهمیت داره و باید سازمان جنگل ها به شدت مراقبت کنه. باز هم یکی دیگه از دلایلی که اینها دست روش گذاشتن. خب خیلی بحث و جدل شد که این هر طوری شد بالاخره تو فضای مجازی خوشبختانه با کمک شما دوستان محیط زیستی، سربازان سبز و سایر ملت ایران، خودتون در جریان بودید که مرداد و شهریور 99 چه جنجالی شد و بالاخره اون تصویری که آقای محمودزاده گذاشتن یه شب، حالا ساعت 12:30 شب مرداد 99 سازمان اداره ثبت اومدن گفتن که پلاک های 68 و 69 همون یادی که اون بالا دیدید رو بالاخره سازمان جنگل ها گرفته، که خود اوقاف اعتراض کرد معنی نداره. چه معنی داره که شما اومدید این رو دوباره از ما گرفتید، اونم شب نیست به شب؟ البته خود مردم هم، ما هم گفتیم چه معنی داره اون موقع شب این کارو بکنن، شاید یه فیلمی کلکی تو کار بوده و این کارو کردن. اما چرا اون معدن باید، اونها اصرار دارن اینجا وقف باشه؟ ما گفتیم میخوان از این معدن استفاده کنن و اونا گفتن نه، سازمان جنگل ها خودش میخواد استفاده کنه. ولی سازمان جنگل ها میگه اصلا اینجا باید کلمب بشه، باید بسته بشه و اصلا استفاده نشه. اما چرا؟ دماوند یه قله هست که باید، ما میخواییم که در واقع برای ثبت جهانی شدن باید یه فاکتورهای زیست محیطی رو داشته باشه، که یکی از این فاکتورها چیه؟ عدم فعالیت های معدنی در بام ایران در این قسمت هستش. خب حالا این معدن، فعالیت های این معدن یه مشکلاتی رو برای این بام ایران ایجاد میکنه و وجود این معدن و سایر معادن در
معادن تو دامن دماوند یکی از اون موانعی هست که ثبت جهانی اون رو تو فهرست میراث جهانی یونسکو در واقع یک از موانعش هست، یعنی در واقع مانعی هست برای ثبتش و صدمات جبران ناپذیر رو ایجاد میکنه. بعد علاوه بر اون اگه همون بازم عکس قبلی رو که جای معدن رو نشون میده، این معدن تو ارتفاع 2750 متری ضلع شرق قله دماوند هست با شیب 70%. حالا دور و بر این معدن فوق‌العاده گونه‌های گیاهی و جانوری بسیار بسیار غنی هست، بسیار کمیاب و نایاب هست و ارزشمند که استفاده غیر اصولی، بهره برداری غیر اصولی توی این معدن باعث میشه اونها صدمه بخورن، از بین برن. و با اینکه خود اوقاف خودشون، خود حتی صاحب این معدن گفته این معدن تو ارتفاع 2300 متری، فعالیت معدنی تو ارتفاع بیش از 2300 و 2400 متری کاملا ممنوعه. خود صاحبش هم میاد میگه این ما 2300 متر قرار داریم با وجودی که اطلاع داره و میدونه باعث تخریب محیط زیست میشه، باز هم به فعالیتش ادامه ده با وجودی که پلمب شد. باز هم نمیدونم از چه طریق تون کانالی تونستن دوباره این راه باشه. حالا چرا اون موقع گفتم بهتون زیر نظر اوقاف رهبریه؟ اونجا برمیگره رهبر میگه هر جایی که چه به بهونه هتل سازی، گردشگری، چه بهونه حتی برای ایجاد حوزه علمیه، حتی برای هر چیزی، شما مانع اجازه ندید از کوه و جنگل ها و اینا استفاده بشه و جلوی این افراد رو بگیرید. خب اگر این حرف تو رو باور کنیم آقای رهبر، این حرف شما رو قبول بکنیم، پس چطوریه که جایی که به این اهمیتی هست پلم میشه، بسته میشه و شخص، حالا هر کسی، هر چه کسی بزرگی پشتشه، از طریق میاد و این معدن رو دوباره مجوز میگیره و باز میکنه، فعالیت میکنه. اگه حرف شما رو قبول کنیم چطوریه که اوقاف موفق میشه و دوباره میاد اینجا استفاده میکنه؟ چطوریه که آق مشهد میاد میگه 800 سال پیش بوده سندش و ما خودمون کاشتیم؟ من 800 سال پیش چجوری این آقایون جنگل رو کاشتن، درختاشو، و بعد دستور قطع این در واقع درخت ها رو میدن و میخوان برای فروش استفاده بکنن و شما آقای رهبر اون بالایید و میگید مجوز ندید و این آقایون چجوری مجوز رو میگیرن؟ این رو باید از حاج حافظ شیرازی بپرسیم که چطوری جوابش از کجا باید در بیاریم. خب با تلاش مردم گفتم که بالاخره به قول آقای درویش پیجش که میذاره میگه آغاز پایان ایران خاری به بهونه وقت، و اون دوتا در واقع پلاک از یال دماوند 67 و 69 که همین یادی که دارید میبینید رو از اوقاف میگیرن، ولی بالا در واقع معدن که روستا هست و جز پلاک 67 همچنان میمونه و یه دو تا پلاک دیگه هم هست، 35 و 37. خیلی سعی کردم، من باور کنید تمام زیر و رو کردم اینترنت و عکس ها که بتونم این عکس ها و نقشه ها رو پیدا بکنم که جای پلاک های 37 و 35 رو هم روی این مناطق ببینم کجاست، با نقشه بتونشون بدم که کدوم قسمت. موفق هنوز نشدم. اگه موفق شدم توی جلسه دیگه حتما کجاست. هنوز اون رو نتونستن از دست اوقاف در بیارن. اما یه موردی که هست، یه بذارید بگم، دامنه دماوند 400 سال پیش این وقت نامه‌ای که اسمش هست، آق مشهد 800 سال پیش، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست که در واقع به جای دوستدار محیط زیست باشه بیشتر دشمنه، آقای عیسی کلانتری در مورد وقت این مسئله میگه که در واقع این جملهش اینه: متاسفانه واقعیت چیزی نیست که رسانه ها مطرح میکنن. به گفته اون وقت دامنه کوه دماوند مربوط به 400 سال پیشه و جمعش همش 100 هکتاره، به 100 هکتار هم نمیرسه، یعنی یک هکتار یک مترش هم مهمه، میگه 100 هکتار هم نمیرسه. بعد میگه جنگل آق مشهد هم همینطور 800 ساله و در واقع انتشار این مسئله واکنش گسترده نشون داره کار دشمنه، چرا این کار رو انجام میدن؟ این متاسفانه کار یک دوستدار محیط زیست نیست، مثل آقای محمودزاده. آره این تصاویر کمک میکنه که در واقع این ملاره، این ملاره میبینید، این دوستدار رو روی دقیقا خود کوه، میگه اینو ما اینو گرفتیم،
و هیچ ارتباطی به خود دماوند نداره. بعد اون تا بالای قله دیگه مرتع میشه، تا قله اون بالا که میرید شما جز مراتع حساب میشه، تو تاب سال زمستونه و تو تابستون که میشه آفرین عالی بود، میره تا قله که میرسه جز مراتع محسوب میشه. و اونم از که معدن رو که میبینید، بله اون سنگای معدن که به اون شکل پرش داده میشه و اون سنگ تراشو به شدت آسیب میرسونه به محیط زیست و خود حتی ریزگرد ایجاد میکنه برای مردم اون مناطق، هم به شدت صدمه وارد میکنه. خیلی عالی بوده های محمود داده این عکسا و متاسفانه همچنان ادامه میدن و من خیلی دلم میخواست بدونم. حالا من یک کلیپ نشون میدم بعدم به تو. الان نه، یه عکس این حاج آقایی هست، آقای محمود داده، اینو نشون میدید دوستان ببینن چه کسانی پشت این قضیه هستن. معاون سازمان اوقاف امور خیریه، میدونیم چه حرفی زده، میگه که ما نیازمند موقوفات جدید، این آقا موقوفات جدید هستیم برای حمایت از انرژی هسته‌ای. اسمش هست آقای ناصرالدین نوری‌زاده، معاون سازمان اوقاف. در حال حاضر 205,000 موقوف ما در کشور داریم. خب با وجود این نیازمند موقوفات جدید دیگه هستیم تو حوزه های مختلف، از جمله هاشو گوش کنه، از جمله خرید وسایل پزشکی، وقت در راستای حمایت از انرژی هسته‌ای، وقت های قرآنی و وقت های با نیات تسهیل در امر ازدواج جوانان. پول نفت، معادن، این همه ثروتی که ایران داره کجا میده که بازم نیاز به وقت دارن و برای این چه چیزایی؟ وقتهای قرآنی من نمیتونم. یعنی حالا معاون مجلس و استان، معاون امور مجلس و استان سازمان اوقاف امور خیریه میگه که اوقاف از نگاه مالی و اقتصادی یک بنگاه اقتصادی است، درست هم میگه، که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی دارد و اعلام کنه. میگه 205,000 موقوفه هست تو ایران که 1,461,000 ملک در اختیار سازمان اوقاف. البته این عدد درست نیست، بیشتر از این آمار مال قبله، باید جدیدترش رو پیدا بکنیم. بعد یه جامعه حساب کردن گفتن یک سوم مساحت ایران وقت، بخاطر میگم ثروتمندترین نهاده، بیشتر از سازمان چی بود یکی مصدقان. بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت و مجلس نهم سال 93 میاد میگه که از سازمان اوقاف امور خیریه به عنوان یه زمینخوار بزرگ اسم میبره و میگه این سازمان رو میاد میگه به تصرف زمینهای منابع ملی و دادن پروانه ساخت متهم میکنه. و این آقا میگه این خیلی از زمینخوارهای بزرگ در زمان توسط سازمان ها نهاد هایی است که باید میگیده که رأسشون همین سازمان اوقاف امور خیریه است. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.